آمین بابا بیا من دیرم شده یه جون سلام آقای افشاری صحبت میکنه آقای نوری به رامین خان چطوری؟ نمکیده ای؟ وقتی برای نمیاد تو دوبار نشیم با نمیشیم آن دیگه تموم شد؟ آره پنشم بودم ستاشتی دیگه نه؟ شما میشه آره کلا آقای افشاری بله بنده یه عرض مختصری خدمتون داشتم بفرمایید میخواستم اگه بشه شما رو به تنهایی ملاقات کنم یه دعوت کوچیک من با هیچ کس قرار ملاقات خصوصی و تنهایی نمیذارم اینو همه میدونن اگه امری دارید تو اداره بفرمایید یه موضوعی بود که میخواستم با شما در میون بذارم البته خصوصی بذارین خیالتون راحت کنم من اهل خلاف نیستم بریم بیا تو سلام سلام کجایی؟ این پرونده امروزه من میرم تا آمونی رو برمیگردم باشه رامین من داد بدارم تو همینجا میشینی واسه خود نقاشی میکشی تا من برگردم شیطونی نمیکنی به چیزی هم دست نمیزنی فقط هم پشت میز من میشینی فهمیدی؟ رامین با تو هم اولیا اعدام مقتول مرحوم براتعلی اولیایی نقطه نظر خودتون رو در خصوص گزارش هیئت کارشناسی دادگاه رو صراحتاً بفرمایید آقای قاضی این پرونده به وسیله همین ایشون کلی برای سنگ اندازی شدن یه مدتی هم تمام کاسه‌کوزه‌ها سر پیمانکار شکست پیمانکار هم که حالا رفته خارجم دست ما کوتاه و خرما بر نخیل بردارن او وقت بازرسی اداره کار قبول ندارد سه ماه تمام کارشناسای شما نظر خودشون دادن شما جانشین حضرت علی هستید من برادر من به من رحم کنید به بچه یتیمش رحم کنید مزه رضای خدا مزه پیغمبر اومد ما تمام زندگیمون از دستمون رفته از بس آمدیم و رفتیم زن و بچه و کوچ و کلفتون اصلا از بین رفته بودن و ما رحم کنید خدایی هست تقاص ما رو میگیره آخرش آقای زاره اتهام شما دایر بر تصویب در یک فقره قتل غیرعمدی کارگر ساختمانی براتعلی اولیایی به میزان 90% مجدداً قرائت و تفهیم میشه آخرین دفاعتون چی آقا؟ با اجازه جناب قاضی آخه شما چرا اجازه میدین در محضر محترم دادگاه اینجوری به من اهانت بشه آخه چه قتلی عزیز من چه قتلی چه کشکی این حرفا کدومه اولا مقصر 100% اون حادثه خود اون کارگر بوده که بدون تجهیزات ایمنی بدون کلاه و چیزای دیگه یهو پریده تو اون گودال جناب قاضی ثانیاً من پول زور به کسی نمیدم من باج نمیدم بی خودم برای من سابقه درست نکنی وجدان نداری چرا میگی باج خون اون برده برادر من چه خبر آخر آقا این باجه ما باج خوریم کوری نمیبینی این بچه یتیم بغل مادرش باج کدام من نفهم بگی بشین بگی بشین بگی بشین بشین خانم آقا موشین آشان باید بگی کنم آقای نوروزی حواست باشه تو نمایی دادم من خبر کنم آره داشتم میگفتم آقای توسلی رو راست بگم من اگه جای رئیس دادگاه بودم چشمامو میبستم موکل تو با یه تیپا از دادگاه مینداختمش بیرون تا بره هر غلطی که میخواد بکنه بکنه به جان تو اگه ساکت مونده بود حرف نمیزد تو همین دادگاه من کارو فیصله میدادم بابا من کلی با فامیلای مقتول صحبت کرده بودم قرار بود یه پولی بهشون بدم رضایت بدم برم پی کارشون همه رو ریخ بهم یکی نیست بهم میگه آخه مرد حسابی اگه ناسلامتی من وکیلتم خب بذار دو کلمه من به جای تو حرف بزنم همین چهار تا پورتی هم داره انگار پارتیش خیلی کلفته نیست تا دلت بخواد پشتش حسابی قرصه تو رو خدا راضیش کن حق این بدبخت بیچاره رو بده گناه دارن به خدا
حالا که به قول معروف میگن یه ساختمون درست همون جایی که این بیچاره مقتول مرده ساخته و فروخته که. به برج 22 طبقه افشار جون، ساختمون چیه؟ 22 طبقه؟ ای بی. یا ماشین آقا رو نگاه کن حال. عجب بنزی. بنزی دیگه. آره. چه رنگی داره. حیف این ماشین به این مامانی که مال اون گاریشیه. حیف اون. شیطونه میگه چشمامو میبستم و با یه تیپ از دادگاه. کدوم زنشه؟ اینوری یا اونوری؟ هر دوتا منشیاشم. یعنی زن نداره؟ داره، دوتام داره. ولی خب ایران نیستن. دوتا زنش با سه تا دخترش سوئیس زندگی میکنه. اینجا خودش با یه دونه پسرش تنها. یه اسب چه بزرگی. بیا. اینم برای تو داره. این چیه؟ انام اون باریکه برای تو. بزا چی به طلا یه که میام؟ افشاری جون قربونتم، یه وقت زود واسه دادگاه بعدی بده. بزا زود از شهرش خلاص شیم بریم. قربونتم. باشه، حالا ما سعی خودمو میکنم. بزا وقتارو ببینم بعد. پس بهم خبر بده، تلفنمو که داری؟ تو اون پاکته چقدر بود حالا؟ چون تاوانیه داره مرغ و برنج میدم، بیشتر به خاطر این میگم. 10-15 هزار تومانی باید باشه. دستش داره مشکش. برو پسش بده. بهش بگو فلانی گفت من اهلش نیستم. کور خوندی. بذارمش تو کشو. نه خیر. بهش به چیه؟ شما یه وقت نزدیک برای دادگاه بعدیتون میخوام منم بهتون میدم. احتیاج به یه حرفا نیست. خیلی خوب. هر چی تو بخوای. پس بریم خبر بده باشه؟ خدا خانم سقطی رامین اونجاست؟ شما میتونیم بدون کاری که میکنین از برنامه‌ریزی پس بدین. ببینید اینجوری خیلی بهتره. حالا همه برنامه‌هاتون به صورت پشت سر هم خلاصه اینجا می‌بینید. پس اینجوری جای کمتری از وارداتون اشغال میشه. هی رامین، بیا ببینم. چیکار داری می‌کنی؟ باز دوباره مرکی گرفتی؟ آقای افشاری، من خودم بهش اجازه دادم. داره به ما چی زیاد میده؟ بذاریم همینجا بمونه. نه خانم سقفی، اون دفعه که دیدین آقای مشیری تذکر دادم. این درست نیست، برای من مسئولیت داره. ماشاءالله اطلاعاتش تو کامپیوتر فوق‌العاده است. بله خیلی با استعداده. خانم سقفی، هر بچه به جای درس و مشق و مدرسهش فقط به فقط کتاب کامپیوتر بخونه، همین بدبختی هم داره. نگین تو رو خدا، چرا براش کامپیوتر نمیخریم حالا که اینقدر استعداد داره حیوونی؟ حالا قول 100% داده که برام یه پنتیوم 3 بگیره. به به، مبارک. آره، قول دادم، ولی شرطم گذاشتم. چرا شرطشو نمیگی؟ خودت بگی. بله، قول دادم براش کامپیوتر بخرم. به شرط اینکه معدلش 20 باشه. نیست، یکم سخته. خب دیگه، کامپیوتر خوب نمره خوبم میخواد. بیا بچه بابرست راهن. ما قبلن هم دیگر یه جایی بیافت و آشنا، ولی هر چی فکر میکنم یادم نمیاد. بله همینطوره. کجا هم دیگر دیدین؟ تو دادگاه. دادگاه؟ کدوم دادگاه؟ هر دوتاش. هم بار اول که به جرم شرکت به اختلاس بزرگ بانک ملی شعبه بازار محاکمه می شدید، هم بار دوم یعنی 4 سال و 2 ماه بعدش به جرم شرکت توی باند بزرگ سرقت مسلحانه محاکمه و محکوم شدید. من منشی دادگاهتون بودم، حالا یادتون اومد؟ میگم خدایا این چیه که آخه اینقدر آشنا. من معذرت میخوام، خودتون خواستین که یادتون بیارم کجا هم دیگر دیدیم. وگرنه من شخصا عادت ندارم مجرما رو که تو خیابون اینور اونور میبینم به روشون بیارم. تو کتابتو بخون بچه. فکر نمی کردم دیگه کسی منو بشناسه. اصلا انتظارشو نداشتم. قیافتون به کلی عوض شده ولی صداتون نه. من از همون اول که گفتین راهن صداتون شناختم. ای والله به این هوش و ذکاوت. این آقا به سرت دیگه. بله. خیلی عذر میخوام سوال میکنم. شما الان باید تو زندان باشین. یادم تو دادگاه آخر 23 سال براتون حبس گنده بودین. چطوری بیرونی؟ از بس جا نیست و شلوغه. منم یه عادت بدی که دارم اینه که تو شلوغی نفسم میگیره. واسه همین مجبورم بزنم بیرون. چاره ای نیست. وگرنه خلقم تنگ میشه. ما رو بگو. این همه رو پرونده شما کار میکنیم و زحمت میکشیم. به خیال خودمون داریم ولی نسبت شما مجرم رو تو شهرها جمع میکنیم. واقعا که مسخره است. بهتون بر نخوره ها، منظورم به شما نیست، همه رو میگم. خیا. ببخشید سوال میکنم. هنوزم تو کار خلافی؟ انگاری گیر دادی ها. گفتم بی خیال دیگه. من همینجا پیاده میشم. مهمون باش، قابل نداره از کلاب کریم. راستی اصلا چی بود؟ افشاری، حمید افشاری.
آره افشار جون بی خیال ما شو، انگار نه انگار ما رو دیدی. بذار به حساب بوز آوردن قبولش کی؟ از من که کاری ساخته. آره میدونم، یه وقت گیر ندیا، شطور دیدی ندیدی یا ها. دوستم نیست، فقط میشناسمش. مختاری اسمش چی؟ اسمش اسقر سارقه، یعنی معروفه به اسقر سارق، یه خلافکار حرفه‌ایه بابا. چرا دستگیرش کردی؟ چرا چندین بار دستگیرش کردیم ولی باز هی دستگیرش کردیم، فایده ای نداره. چرا؟ ول کن بچه، من چه میدونم، تو هم حالا گیر بدی به من، به دعواس به مسافرا باشه. 300 تومن از سلامات. رامی همینجا باش تا من برگردم، جایی نریا. چشم. سلام. ببخشید آقا جون، کارنامه بچه ها رو کجا بوده؟ بفرمایید. ببینید، فایل نمره گرفتن. آقازاده شما باعث افتخار این مدرسه. اینو جدی میگم آقای افشاری. ملاحظه بفرمایید. به به، اختلاف ثلث دوم و سوم حیرت آوره. ما حتی فکر کردیم گفتیم شاید اشتباهی پیش اومده. مجددا همه چیز رو با دقت کنترل کردیم، دیدیم نه هیچ اشتباهی در کار نبوده، بلکه این فرزند خود شما بوده که تونسته به این رتبه برسه. مگه چند شده معدلش؟ منظورم 20. 20 شاگرد اول این مدرسه. 20 و یکی از دانش آموزای ممتاز نایب. اسمش هم فرستادیم وزارت خونه تا تو لیست اداره ثبت میشه. اگه نظر منو میخواین من میگم به جای پنتیوم چی که داره قدیم میشه پنتیوم فور بگیریم. اون دیگه چیه؟ از اون تره؟ نه من میگم پنتیوم فور تو میگه از اون تره، جدیده بابا. چی یعنی سه؟ فور یعنی چهار. اونو که میدونم. خب پس چی؟ سرعتش هم خیلی بالاتر از پنتیوم 3ه. هاردش هم بیشتر از 30 گیگاست. خیلی کیفیه. خیلی کیفیه. بدبختی رو برای من درست کرد. عوضش قبول میکنم منظور شما. یه اینچ کوچیک‌تر. یه اینچ و نبیشتر. این بالا هر فروشگاه کامپیوتر نیست. باشه باشه باشه. خوش اومدید. بازم تشریف بیارید. هر شبت حضورتون میشه 710,000 تومان. البته یه تخفیه جزئی هم حضورتون تخفیه میکنه. قربان جناب. قربان با شما هستم. بگی ببینم آمان اومده خود هست شاید شما با 710,000 تومان چقدر گرونه بابا. نقدی میپردید یا چک پول من عوض کنم؟ اینا ارزون ترش نیست. منظور؟ منظورم اینه که ارزون تر از این نمیشه؟ پنتیوم 3 نه، ولی اگه توی پایین تر مثلا 486 بخواید یکم چرا، ولی من توصیه نمی کنم چون قابلیتاش کمتره. دیگه کسی این کارو نمی کنه، یعنی دیگه آپ تو دیت نیست. به سرتون می دونم. شما یکم بینه اقتر بایستین آقا بریم کنار. خیلی معذرت می کنم، حق با شماست. فکر می کنی مگه داری با گاسپاروف چطرنگ می زنی؟ چیکار کنیم؟ نمیخری؟ یکم سب کن بابا، بذار ببینم چی کار باید بکنم. بگم براتون آماده کنم؟ بالاخره شما تصمیمتون رو گرفتی؟ نه خیر، یه عرض کوچیک داشتم خدمتتون. بفرمایید. اینا که اینجا نوشتیم نمیشه یکم مختصرتر بشه؟ اینا همه به هم مربوطه عزیز دل من. یعنی چی که مختصرتر بشه؟ این مثلا مانیتورش رو نمیخوان که نمیشه، مادربردش رو نمیخوان که نمیشه، موسش رو نمیخوان که نمیشه، پس چیش مختصر بشه؟ نمیفهمم. خیلی معذرت میخوام، واقعیتش اینه که من یه خریتی کردم، به این بچه قول دادم که کامپیوتر براش بخرم، ولی حالا سلامتی قول دادیم باید بخریم دیگه. خیلی واسه پرسرد کنم. میدونم اجازه بدین، این قیمت برای من سنگینه، من نمیتونم. آقای محترم اینجا که میوه فروشی نیست دارید چونه میزنید؟ من که نمیگم اینجا میوه فروشیه، شما اجازه بدین من عرضم تمام من میشه. من گرفتارم عزیز من، شما میتونید یه دست دوم از یه جای دیگه بخرید. من واسه شما دست دوم نه. من که نگفتم دست دوم. شما چرا نمیذارین آدم حرفشو بزنه؟ هیچی که به درد شما بخوره نداره. اصلا هیچ کدوم از اینا فروشی نیست. اینا به درد شما نمیخوره. بفهمید خواهش میکنم. خیلی واسه خوب سر کار کنم. من میبینم چی گرفتاری. من
شیطونه میگه چشمامو ببندم و بزنم همه چیز در به داغون کنم. چی گفتی؟ با شما نبودم. شما میسین که هی دعوا داری. گرونترین کامپیوتر دنیا رو میخرم. فقط یکم به من مهلت بده. فقط یکم. توالتی زیر بله اون پایین. توالت؟ اینقدر تو بالا من نگاه، دارم به اون شرک میکنم. باشه باشه من خود بزنم. پس سه زنده به در بزنید که بدونم لاقل شمایی. چه سه تا؟ چند تا؟ دوتا. هیچی؟ آقای سید که نیومد؟ نه چیشه بابا؟ هیچی هیچی. اگه آقای سید اومد نگو من کجام. بگو بابا رفته چیز بگو رفته دبیرخونه. نه بگو رفته پایین یه کاری داشته زود برمیگرده. تو همینجا بشین از جا تکون نخور. باشه منم چیز میکنم یعنی الان میرم برمیگردم. باشه الهی با میده تو من الان میام. شما چرا اینقدر نگرانید؟ نه برعکس من خیلی هم خون سردم. این شما که دست باشین از قیافتون معلومه. من یه زحمتی براتون دارم. شما سیگار دارید؟ همین الان میخوام. نه مسئله نیست همینجوری گفتم. چه پندک قشنگی. قابلی نداره مالی شما. نه همینجوری گفتم امکان نداره. من فندک زیاد دارم مالی شما. خیلی ممنون چون اصرار میکنی قبول میکنم. شما تالا از این کارا نکردی؟ چرا؟ تالا برام خیلی پیش آمده. من سابقم زیاده. نگفتی کار چیه؟ میخوام یه نوبت دادگاه برام جا به جا کنم. میتونم زودتر میخوای درسته؟ باید برم سفر. میخوام تکلیفم زودتر روشن بشه. چقدر میدی؟ پول منظورمه. کار مهمی که نیست. فقط میخوام به جای ماه آینده همین ماه باشه. همین. اتفاقا خیلی هم مهمه. اگه بفهمم برام کلی دردسر داره. حسابی برات خرج برمی‌داره. پس اول شما نظرتونو بگید. ببینم اصلا صرف میکنه یا نه. کاری چیه؟ فکر نکنم شما این کاره باشی. ولش کنید از خیلش گذاشت. داری میری؟ خب باید بریم دیگه. ممکنه یکی بخواد بیاد این تو. اگه ما دوتا رو با هم دیگه اینجا ببینن که درست نیست. من خودم درستش بکنم. نگران نباش. چند روز میخوای بیاد تو جوری؟ کی میخوای بیاد بخش بگم؟ من که گفتم اون سر شدم اگر شیری کردیم و Thank you.
بابا من اگه کامپیوتر نخوام تو حالت خوب میشه؟ نه، چون حالا من کامپیوتر میخوام. دیگه هم هیچ وقت این حرفو نزن. میخوام با حرف بزنم ولی تنهایی. چه حرفی؟ گفتم که تنهایی. خوب فرمایش. خیلی دنبالت گشتم تا پیدا. بی خود گشتی؟ محل حق سکوتو اینجور حرف نیست. اون تلفن به پلیس زنگ بزنه بگو من کجامو جایزه تو بگیرم. میدونم فایده ای نداره، سابقتی دارم. خب پس چی؟ من کلی مجرم میشناسم، ولی به نظر من تو با همه اینا فرق داری. درسته، راستش کمتر مجرمی رو میشناسم که به اندازه تو کارش حرفه‌ای باشه. فقط به نظر من تو یه مشکل داری. مشکل؟ چه مشکلی؟ بقیده من مشکل تو اینه که تنهایی. واقعا تنها. روشن‌تر حرف بزن تا ببینم چی میخوای بگی. تنهایی خلاف کردن چیزی توش نیست. همیشه برد با اوناییه که یه باند درست حسابی حرفه‌ای دارن، یه باند از آدم های خوش فکر، باندایی که کارهای درست حسابی میکنن، نه آفتاب توسی. تا حالا باندای مافیایی به گوشت خورده؟ اونا هیچ وقت با خطر روبرو نمیشن، چون تو همه مراکز مهم و حساس مثل دادگستری آدم دارن، آدمایی که هوای اعضای باند خودشون دارن، ولی نه علنی. برو سر اصل مطلب. چایی که میخوری؟ آره بدم نمیاد. آسرم چایی بده. من اومدم اینجا تو بهت پیشنهاد یه همکاری بدم اگه بخوای. تا چی باشه؟ یه آقای خرپولی با یه پسر 13-14 سالش تنهایی زندگی میکنه. من اونو میشناسمش. اون حاضره برای سلامتی و دیدن دوباره پسرش همه زندگیش رو یه جا بده. چطوره؟ شوخی که نمی کنی؟ نه اصلا شوخی در کار نیست. طرف کی هست؟ اطلاعات طبقه بندی شده، طالب گوشت خورده. یه چیزایی هستی هیچ وقت نبوز. همینقدر بگم که روش کار و فکر حسابی شده، تحقیق شده، نقشه هم آماده است. بسر جرم جرم سنگینیه، خیلی خطریه. تو که خودت بهتر میدونی. طرف تو دادگستری پرونده داره، اون با من. ما میتونیم از نزدیک مراقب رفتار و عکس العملش باشیم. اگه بخواد اقدام خطرناکی بکنه ما بلافاصله میفهمیم. ببینم میشه بگی چند نفرین که روی نقشه کار میکنه؟ نه، اطلاعات طبقه بندی شده. به زودی یادت رفت. خب راستش حسابی قاطی کردم. من به طرف میدم، چون تو یه آدم سنتی و محافظه کار و واپسگرا هستی، به بر نخوره. شیوه های کارت هم قدیمی و به درد نخوره. خب برای همینم عقب موندی و نتونستی خودت از این وضعیتی که داری نجات بدی. یادم گفتی عهد و عیالم داری. خب چرا نباید بچه های من و تو بتونن مثلا یک کامپیوتر درست حسابی داشته باشن؟ تفلکی ها.
چقدر قراره یارو رو تیغ بزنی؟ اونقدر که ارزش این ریسکو داشته باشه. هرچی تیغی دیم 50-50. نه امکان نداره. 30-70 یک کلام بدون چونه. واسه چی؟ واسه اینکه تو یه نفری، ولی ما یه نفر نیستیم. اگه قبول نکنی ناشارم برم سراغ یکی دیگه، چیزی که فراوانه خلافکار. بفرما نوبرش که نیومده. کی شروع میکنی؟ بهت خبر میدم. خیلی زود. حاجی تلفن. بله. آره خدا من جمال تو امروز به همین زودی؟ چی؟ نکنه جا زدی؟ خب اگه پشیمون شدی مسئله نیست. ما خودمون این کار انجام میدیم حتی بدون تو. نه اشی، ما وقتی که دست دادیم یعنی دست دادیم. کجا ببینمه؟ فهمیدم. اما یاد برم خودش رو. چه زود؟ آره ما که هنوز کاری نکردیم. کاره نیست. اینا یا خیلی حرفه‌ای‌ان یا خیلی احمق. باید رفت و دید. تو برو بهتر توی کارا نمیده. اصلا رفتم بچه ها رو خبر کن. امروز ساعت 3 شروع میکنیم. یعنی همین نیم ساعت دیگه؟ آره وظیفه تو اینه که پسر را جلوی خونه‌شو میدوزی و به من ملحق میشی. من دو تا خیابون اونورتر تو ماشین منتظرت نشستم. سن کارت بی نقص انجام میدی. پاش از اینجا بریم. باز چی؟ دارن بهمون مشکوک میشن. این نقش است. ساعت 3 راننده پسره رو از باشگاه تنیس میاره خونه. اینجا ماشین جلوی در نگر میداره. خودش پیاده میشه تا درها رو برای خودش باز کنه. حالا پسره کجاست؟ تو ماشین. آفری. چون تو ماشینه تو نقشه معلوم نیست، یعنی ما نمیبینیمش. این هم تویی که داری میدویی اینجا. میبینی؟ آره. خب بعدش؟ خب بعدش معلومه دیگه. یه ماشین بیراننده که روشنه و یه پسر تیتیش مامانی که کلی برامون میارزه توش نشسته. همه چیز آماده است برای اینکه مثل برق بپری پشت ماشین رو بگازی. من تو این خیابون تو ماشین منتظرت هستم اینجا. چه؟ مثل که سوال دیگه داری؟ آخه همین؟ به همین سادگی؟ نه این شروع کار ماست. بعدش وارد مرحله دوم میشیم که اصل ماجراست. خب مرحله دومتون چیه؟ چیه؟ ترسیدی؟ از تو بعیده. خون سرد باش نترس. نه ترسیدم. بعدش قراره چه غلطی بکنیم. همه چیز بستگی موفقیت تو داره. اگه تو بتونی کارتو خوب انجام بده که من مطمئنم میتونی، بعدش وارد مرحله دوم میشیم، وگرنه نه. وای به حالت اگر منو مچل خودت کرده باشی. من یه حرفه‌ایم. خدا کنه منو برای یه کار احمقانه و ساده گیر ننداخته باشی، چون وقت کارت داره. میتونی همین الان قبول نکنی؟ خداحافظ. من اصراری ندارم. اون وقت بازم کار انجام میشه؟ خب معلومه که انجام میشه. رای دیگه این نیست. خیلی دلم میخواد بدونم با کیا طرفم. بریم. کجا؟ دلام هستم. اگه نمیخوام بچه رو بدونی. چرا؟ چرا؟ خب یه بریم. بچه جون ساکت باش، تو کاری نداری. ساکت.
برو بالا. ولو کن نمیخوام. گوش کن بچه، اگه ساکت باشی حرف نزنی کارو باید نرم. راست میگه، راست میگه. فقط یه صد آروم بگی بخواب و نترس. آره نترس. خب بریم. بریم. خب بریم دیگه. باغ بزرگ و با صفاییه. آره کیه این با؟ مال یه آدم خیلی پول داره که اون برای آب زندگی میکنه. ایران نیست. خب حالا شما همینجا بمونید، تو هم برم یکم خوراکی براتون بخرم. خب بعدش زود برمیگردم. مواظب باش، اینم کلید در قفلش کن و بازش نکن. من دو تا دقیقه ستایی براتون میزنم. باش. یک کسی به من بگه من کجا؟ شما کی هستین؟ چی میخواین؟ سلام خانم، من میخواستم با آقای زاره صحبت کنم. من یکی از دوستانشون هستم، لازم نیست اسم منو بدونیم. من به خانم قبلی هم گفتم من باید با خودش صحبت کنم، یه کار مهمیه. باشه باشه، گوشی دست من. فکر میکنم اون کسی که منتظر تلفنش بودیم پشت خطه. جواب بده. الو الو. سلام جناب آقای محسن زاره، خوب گوش کنیم چون هیچ چیز دوبار گفته نمیشه. فرزان پسر شما گروگان ماست، ما اونو در مقابل پرداخت 1,000,000 پول نقد صحیح و سالم به شما تحویل میدیم. چی؟ 1,000,000 چی آقا؟ با هیچ کسی دیگه هم در این مورد صحبت نکنید، تاکید میکنم هیچ کس. منتظر تماس بعدی ما باشید. بعد که یعنی اونا 1,000,000 دلار از من میخوام؟ 1,000,000؟ خونسرد باش، خونسرد، خونسرد. سلام. سلام علیکم، خوش تشریف آوردین. سوپر متعلق به خودتونه. خیلی ممنون. نون چی؟ نونم داریم. نونم داریم، شهر پنیر تازه محلی هم داریم، همین امروز از دهات اطراف برامون اومده. بدین از اونام بدین. زغال خوبم داریم. نه نه زغال نه، زغال نه. به سلامتی این طرف ها باغ خریدیم. نه خیر، باغ یکی از دوستانمون هستیم. توکل به خدا، ایشالا یه باغ باصفا بخریم. اون اتاقه. خانش چطوره؟ خوبه. ما تا کی قراره اینجا بمونیم؟ تا وقتی که من بهت خبر بدم. من میرم تا به کارهای دیگه اون برسم. تو باید حسابی مواظب باشی، ممکنه سرکله روستایی ها که خیلی هم خوزنان این طرف ها پیدا بشه. ما با هیچ کس قراری نداریم،
در برای هیچ کس به غیر از من بازی میکنی. یکم هم به اون پسره بریز، نظر بهش سخت بگذره. جون تو و جون اون دست تو سپردمش. سعی کن باش بدرفتاری نکنی. اون تپلک تقصیر نداره. کجا داری میری؟ سلام، یه سر میرم تاوانی داره شکر میدم. تو چه تجاره ندارم ریخته ای؟ هیچی، من خوبم، کی گفته؟ چرا همه فکر میکنم من امروز یه طوری هم؟ اگه همه فکر میکنن اصلا یه طورت هست دیگه ها، برمیگردم. ای بزرگ بخشنده مهربان، رحم کن، کمک کن. فقط یه بار، فقط همین یه بار به جون رامی قسم میخورم، فقط همین یه بار قول میدم. سلام آقای توسلی، افشاری هستم از دادگستری، حالتون چطوره؟ آره میخواستم بگم من بررسی کردم، کلی وقت دادگاری این بر اونور کردم تا تونستم یه وقت برای چند روز آینده براتون بذارم. چرا؟ چی میشه؟ بیمارستان؟ واسه چی؟ بخشی زایمان، خانمم داره فارغ میشه، گفتم و اصرار کردن که باید حتما پیشش باشم. روحیه میخواد بنده خدا. بخشی زایمان کجاست؟ طبقه دوم تشریف میبرین. مبارک باشه، به سلامتی. من اومدم یادتون نره قربون. بله بله. شما چی کار داری؟ ببخشید اینجا بخش مراقبت های ویژه هستی به خانم؟ میبینین که؟ بله راستش من یکی از بستگانمون گفتن اینجا بستری. خب همین دیگه، میخوام ببینمش. این فامیل شما بنده خدا اسم نداره؟ چرا چرا، اسم که داره، اسمش حاج آقا زاره است، آقای محسن زاره. ایشون با شما چه نسبتی دارن؟ والا یعنی خیلی نزدیک نیست، خیلی هم دور نیست. پس در همین حوالیست؟ بله. ایشون تو حالت کما هستن و ممنوع ملاقاتن. فامیلتون رو میگم. پس یعنی اینجاست. شما مطمئنین دیگه؟ ببخشید دست خودم نیست. خواهش میکنم، میدونم. خب دیگه، خیلی ممنون، لطف کردید. خواهش میکنم. بله منم خواهش میکنم. درست؟ سوال دیگه ای داشتیم؟ بله بله، برای همینه که برگشتم اینجوری. بفرمایی. میخواستم ببینم
یعنی واقعا نمیشه دیدش از دور، فقط برای اینکه قلبم مطمئن بشم. دنبال من بیا. اینو بگیر دست، دست خالی نباشی. خیلی ممنون. شما خیلی خیلی چی؟ چیزی. پس مراقب باش. بله بله. بفرمایید. اینم فامیلتو. حالا قلبم قانع شدی؟ اگه فکر میکنی سوال دیگه ای نداری بهتره بری، چون من دارم خلاف مقررات عمل میکنم. فقط یه سوال دیگه. چی؟ حالش خوب میشه؟ خطر رفع شده، به موقع آوردنش. میشه این گل از طرف من بذاری تو اتاقش؟ حتما. وای چه گل قشنگی. الو سلام، شما کجایی آخه؟ شب شده. به ادارت من تلفن زدم، گفتن از صبح رفتیم بیرون. چرا این کار کردی؟ چی گفت بدون اجازه من به ادارت تلفن بزنی؟ با کی صحبت کردی؟ دیگه هیچ وقت این کار نمی کنی، فهمیدی؟ الان داری چی کار میکنی؟ رامی گوش کن، من دیگه نمیتونم حرف بزنم. خداحافظ. سلام، منو که یادتون هست اونجا تو سی سی او؟ بله خوبم یادم هست. یعنی انقدر بیکاری که از ظهر تا حالا این دورو برا پلاسی؟ نه نه برعکس، خیلی هم گرفتارم. شما به من خیلی لطف کردین، منم خواستم تلافی کنم. مثلا چه جوری؟ حداقل برسونمتون خونه. نگران نباشین، من مسافرکشی هم میکنم، فقط از شما کرایه نمیگیرم. خوبه؟ چیه؟ هول شدی؟ نه چه هولی؟ مسیرتون کجاست؟ فکر کنم بیشتر دلت بخواد بدونی حال فامیلتون چطوره، درسته؟ فکر بدی نیست، اونم فقط واسه اینکه سر صحبت رو باز کنیم، وگرنه من هیچ اصراری ندارم. نیم ساعت پیش از کما بیرون اومده و واکنشاش طبیعیه. خبر خیلی خوبیه، خدا رو شکر. حرف چی؟ حرفم زد؟ نه چیزه به خصوصی بعد میگفت. یعنی چی نگفت؟ چرا یه چیزایی میخواست بگه. چی گفت؟ فکر کنم بیشتر میخواست یه اسمی رو بگه، مثل فرهاد، فروزان یا فرزان؟ آها فرزان کیشه؟ پسرشه. پس چرا این پسر نیومد ملاقات پدر؟ ها؟ چرا؟ لابد خبر نداره تفلک. خیلی عجیبه، تو خبر داری و پسرش بی خبره. به نظر تو عجیب نیست؟ میشه که اصلا راجب اون حرفی نزنی؟ چرا؟ نمیدونم، چون هی احساساتی میشم. فکر کردم برات مهمه بدونی. نه دیگه اصلا برام مهم نیست. گوش کردن به مشکلات مردم ساده ترین کاریه که ما پرستارا رو انجام میدیم. حالا به خاطر حرفم اگه بخوای حاضرم به حرفات گوش بدم بدون هیچ منتی. من فقط میخوام بدونم کی حالش واقعا خوب میشه. همین. احتمالا چند روز دیگه. خب دیگه تموم شد، اگه ممکنه دیگه اصلا راجع به اون حرفی نزنیم. ایش دیگه بگیم. ظاهرن این بابایی که توی بیمارستانه باید برات خیلی عزیز باشه که انقدر براش احساسات به خرج میدی. نه خانم محترم، گفتم که اصلا گروه بابای اون نه برام عزیزه نه مهمه، اصلا میخوام سر به تنش نباشه. پس چرا انقدر وقت صرفش میکنی؟ من برای اون وقت صرف نکردم، من فقط میخواستم خودتو رو ببینم، برای همینه که این همه وقت فقط منتظر تو شدم نه اون. جدا؟ لابد الانم یه دل نه صد دل عاشق شدی. همینجا نگهدار، من پیاده شم.
تمسخر کردن آدم هم جز حرفتونه؟ عوضی گرفتی آقا، اون آدمی که فکر میکنی من نیستم، پس نگه دار پیادشم. یعنی نرسونم تو؟ لازم نکرده، میگم نگه دار، مگه گوشات سنگینه؟ لابد به ماشینم نگاه کردین، لابد به قیافه و رخت لباسم نگاه کردین، لابد فکر کردین من ارزششو ندارم. چند دفعه مثل بچه آدم بهت گفتم نگه دار، حالا مگر اون پای صاب مرده تو نذاری روی این ترمز؟ خب گردن تو خورد میکنم بزنه. بیا خوب شد؟ بیا بیرون ببینم. مگه دیوانه شدی مگه؟ خب چی شده مگه؟ چه ترمز میزنی؟ خب زدم که زدم مگه؟ حالا شدم یه بوزنیم کتک خورده خوبه؟ خواهد کن سر شما بکنم. خیلی ممنون که بالاخره رسیدم خونه. منم بابت همه چیز از شما ممنونم. من دوست ندارم آدمای غریبه بیان خونم، ولی واسه اینکه دست و صورت تو بشوری اگه دلت خواست میتونی بیای بالا. سلام مامان، منم. دستشوی اینجاست، دست و صورت تو زود بشور و برو، درم ببند. باشه، خیلی ممنون. هنوز نخوابیدی؟ نه مانده راه رفتی امروز؟ نمیتونم. اصلا؟ نه خیلی خوب. یه نفر اینجاست بذار بره، هر وقت رفت شما تو میرم بخور. خب؟ باشه. خودمون اون بگاه کردنه دارم. سلام، تو کجایی؟ ما رو برکر اینجا به امان خودی که چی؟ حالا به توضیح میدم، شما چطورین؟ چرا اینقدر عقب کردی؟ کارا داره رو برا میشه، من با کلی کلک و نقشه کشیدن شخصا خودم رفتم دیدمش، حالش خوب نبود. بعد با یه پرستاری که اونجا کار میکنه تره دوستی ریختم تا از نزدیک اوضاع زاره از زیر نظر داشته باشه. خب بعد؟ خوشبختانه با خبر شدیم که حالش رو بهبوده، خطر رفع شده، همه چیز تحت کنترل ماست. ما تا کی باید اینجا بمونیم؟ نقشتون چیه؟ چرا هیچی به آدم نمیگین؟ خب زهره باید بتونه کاری که میخوایم انجام بده. یعنی تا کی؟ اومده به این زودی حالش بهتر نشو، تکلیف من چیه؟ اصلا اومده اون یارو مرد، اون وقت میخوان چیکار کنی؟ ای بابا خدا نکنه. ببین ریگو، من یه حرفه‌ایم، یا کاری رو شروع نمی‌کنم یا اگه شروع کردم تا تش میره. خیلی خوب خیلی خوب، حالا عصبانی نشو، من درستش میکنم. با من بهتر این کارو بکنی به نفعته. درزه سورسات ما هم ته کشیده، واسه همین عصبیان. همه رو خوردین اون همه؟ خب منم باید یه جوری سرمو گرم کنم دیگه، و اینا حوصله‌ام میریزه به هم. باشه باشه، الان ترکیبش میدم. بگو یه خرو خوب نیست.
تونماییتون تموم شده؟ بله تموم شده، باید بگم برمون بیارن. چه زود؟ همین پریروزا کلی تونمایی اینجا بود. مسافر زیاد اومده آقا، ما فکرشو نمی‌کردیم. خدا بخواد امسال برای باغدارا بهتر از پارسال. سلام. سلام علیکم. چهار بسته سیگارو بهمن میدی؟ چهار بسته. دو بسته بیشتر فعلا ندارم. باش همون دو بسته. باش. 700 تومن آقا جون. 55 دقیقه است. دست درد نکنه. آقا باقی پولتو. خدا بده برکت. اینا هم از شما مسافرن. اتفاقا سمت باغ شما. سمت باغ ما؟ بله چطور ندیدینشون؟ خیلی هن. همینطور تو باغای اطراف ولو هن. خیلی هن. یه چی شده؟ تو کسی به طرف ندیدی؟ نه چطور مگه؟ مطمئنی؟ ما چرا از اینجا بیرون نرفتیم؟ مگه قرار بود کسی بیاد این طرف رو؟ نه نه ولی به نظرم اینجا نگرانش یه وقت به نظرم یه اطراف یه رفت آمدهایی هست که خیلی باید مواظب باشیم. تو مگه کسی رو دیدی؟ نه کسی رو که ندیدم ولی حسم میگه فضا یه جوری سنگینه انگار صد تا چشت دادم میپاد. پاک خیالاتی شدی، داره میزنه به سرت. شاید شاید جرنگه خودتو باختی، به خودت مسلط باش، ما داریم کارمونو خوب پیش میبریم. آره اگه این اتفاق لعنتی برای زارا نیفتاده بود خیلی زودتر به نتیجه می رسیدیم. من مطمئن بودم. یعنی حالا مطمئن نیستی؟ چرا؟ نه که ده باشم. باید ببینیم این خانم پرستاره چه خبرهای جدیدی برامون میاره. باهاش یک قرار دیگه گذاشتم. سرت اونقدر گرم اون خانومه نشه که ما رو پاک یادت بره با. نه بابا چه حرفی می زنی؟ سب کن خودت ببینی، عجله نکن بذار حواسم جمع باشه. فقط تو دست منی بل نکنی ها. گفتی اسمش چی بود؟ رویا، رویا خانم، ولی تو بهش بگو خاله رویا. مواظب رفتارت هم باش، یه وقت جلوش بیادبی نکنی ها. اونه هاش، دیدمش، بریم. سلام رویا، چطوری؟ کاش یه جای دیگه برامو گذاشتیم، اینجا چه خبره؟ یه بازی اون بر هست که کابین چهار نفره داره ولی ما میتونیم دوتایی سوارشیم که خلوتتر باشه. خب بیا دنبال من، گمم نکنی. راستی رامین پسرم، سلام کن بابا. سلام بابا، چطوری؟ خب دیگه بریم دیر نشه. چطور دیگه حالی از بامینتون نمیپرسی؟ از کی؟ از بامینتون زاره. آخ راستی حالش چطوره؟ خوب، آوردنش تو بخش خوب حرف میزنه و کاملا سرحاله. به کلی یادم رفته بود، ای کاش اصلا زاره ای تو کار نبود. چرا؟ فکرم به خاطر اونه که دلت میخواد منو ببینی. اولش چرا، ولی حالا دیگه نه. راستش من تو رو فقط به خاطر خودت میخوام ببینم. رامینم از تو خوشش اومده، خودش یواشکی نظرش رو من گفت، یعنی من ازش پرسیدم. رامین چند سالشه؟ عرض نداره، مگه تو چند ساله دیگه میترسی؟ باید هستی بفهم بکنم بیو چهار یا پنج. یه تو چی؟ نظرت رو که به ازدواج دوباره چیه؟ چی میگی؟ نمیشنم. میگم تو با ازدواج دوباره آدم ها موافقی یا مخالف؟ دارم برای گوش میده، نمیتونم جواب تو بدم. ولی من موافقم، به نظرم آدم های تنهایی هستن که بتونن هم دیگر خوشبخت کنن، فقط باید هم دیگر درک کنن، پیدا کنن تا کمک هم دیگه یه کار تیمی و مشترکه. به زمین آنپارایی که سر هم شده تا برای ما شادی و هیجان بیاره.
ولی من به اندازه تو خوشبین نیستم. خب لاغل یکم فکر کن، شاید به همین نتیجه رسید. تموم شد؟ آره، حیف شد نه؟ میخوای دوباره سوار شی؟ بکنم بعدم نیاد. داره گیج میره، چون مجبور شدم سه بار پشت هم سوار یه وسیله تفریحی مزخرف بشم که اسمش ترن هواییه. من سعی کردم به اون نزدیک بشم، البته اونم هیچ مقاومتی نکرد، از خودش حرف زد و زنش که 2 سال پیش به دلیل سرطان فوت کرده. فکر کنم اون با پسرش تنها بود، من کسی دیگه رو نتونستم شناسایی کنم. البته بچهای دیگه تیمم هم همراه ما بودن، ممکنه اونا گزارش بهتری بدن. اون تلفنم داره زنگ میزنه، من بعدم با شما تماس میگیرم قربان. بله حتما. الو سلام، چیزی شده؟ نه چیزی که نشده، چندین بار تلفن همراه تو گرفتم اشغال بود. با کی حرف میزنیم وقت شما؟ با یکی از دوستام صحبت میکردم، اصلا فکر نمیکردم به این زودی زنگ بزنی. آخه ما همین نیم ساعت پیش از هم جدا شدیم. بهت خوش گذشت؟ راستشو بگو، تو میگی نیم ساعته که از هم جدا شدیم، ولی برای من خیلیه. تو همین نیم ساعت خیلی دلم برای تنگ شده. باور میکنی؟ نگرانت شده بودم، خواستم مطمئن بشم که به خونه رسیدی. پس رسیدی. تو چی؟ تو دلت برای من تنگ نشده؟ رویا بذار یه چیز صادقانه بهت بگم. خیلی صادقانه. صبر کن بذار من یه دقیقه مانتومو درارم، یه لحظه گوشی اینجوری بهتر شد. اون چی بود که خیلی صادقانه میخواستی به هم بگی؟ من گوشم با توست. تو باعث شدی که امشب خونه ما حال هوای دیگه داشته باشه. امشب من بعد از مدت ها چراغای خونه رو همه رو روشن کردم، تو حال، تو آشپزخونه، تو اتاق خوابا، تو سرویسا، حتی حموم هم روشن کردم. گور پدر قبض برق، هر چی میخواد بشه بشه، چون من امشب یه احساس دیگه ای دارم. فکر میکنم چراغای خودم هم همه روشن و قی داره چشمک میزنه. رامین هم یه همچین احساسی داره، چون اونم بیخواب شده، الان تو اتاقش بیدار نشسته و داره با کامپیوترش بازی میکنه. خیلی احساس خوبی دارم، انگار همه دنیا، اصلا خود شرکت مایکروسافت با همه کامپیوتراش مال منه. فکر نکنم پدرجد بیل گیتس هم این احساس داشته باشه. پیش خودم گفتم چقدر خوبه که این احساسمو با تو تقسیم کنم. به همین خاطر به تلفن زدم. خب دیگه برو بخواب، دیر وقته، خوابای خوب ببینی. شبت بخیر. رامین جان همه خوابیدم بابا، تو هم دیگه خاموشش کن بریم بخوابیم. باش. خوبه داریم کم کم به یک سرنخایی میرسیم. من که خسته شدم، کارامل هم تلمبار شده، مردم و کارمندام همه شون بیچارا سرگردونه. یه چند روز دیگه دندون رو جیگر بذاریم تا ببینیم چی میشه. پس لاغل اجازه بدین منشیان بیان اینجا و هم به کارامون برسیم، منم سرم گرم بشه. برای شما که توفیر هم شما لاغل 10 بار اینو گفتین، منم 10 بار جوابتون رو دادم. من به کسی نمیتونم اعتماد بکنم. این ما هستیم که شبانه روز داریم زحمت میکشیم، 8 تا تیم متخصص و زبده درگیر کار هستن آقا، ولی شما اینجا دارین استراحت میکنین و چکاپ میشین. در 8 روز گذشته حتی 1 لحظه از وضعیت بسترتون بیخبر نبودین. این آسون نیست آقا، این آسون نیست. شما باید ممنون ما باشید.
آخ الهی قربون اون اخم و تخمت بشم سرهنگ جون، میخوای یه موچی از اون لپات بکنم تا از دلت درآد. بفهمی؟ قربان نوار امروز همین الان رسید. زودتر بذار ببینمش پدر سوخته رو، دیروز سرا دارم واسش یه ذره شده. امروز سه شنبه است. آقا من امروز سه شنبه است، تقویم امروز ساعت 11 است، تازه شروع کردیم، میخوایم صبحونه بخوریم. من الان خیلی خوبه، خیلی هم خوش میگذره، استراحت کامل، هوای خوب عالی. نگاه کن شما خیلی خیلی خالی، چه آتیش پاریش شده، شما گرگا میگفتن با هم یه هوا خوری درست حسابی میکرد. دل شما که واسه من تنگ نشده، چون هر روز داری منو میبینی، اما دلم واسه شما یه خورده تنگ شده، یه خورده. شیطان دازم جناب سواکی هایم خیلی آدم مهربونی هست، خیلی موازه من هستن. گزارش ملاقات آخرتون رو خوندم، حق با تو بود، یک شکنجه واقعی. حالا قرار دیگه ای نذاشتین که؟ هنوز نه، ولی حتما امروز برای یه قرار ملاقات دیگه تماس میگیره. آخه حسابی گیر داده، منم شماره تلفن همراهمو بهش دادم برای اینکه بتونه راحت تر با من تماس بگیره. به یوسفی خبر بده که اگر تماس گرفت حتما شنود بشه. باشه حتما. سعی کن زودتر بفهمی، حالا که میدونن زاره تو موقعیتیه که میتونه پولو فراهم بکنه، چرا علاقه ای به ایجاد تماس بعدی و پیگیری ندارن؟ چرا انقدر لفتش میدن کره خراب؟ قربان من که تقریبا مطمئنم اون تنهاست، پای هیچ باند و گروهی هم در بین نیست. امکان نداره جناب سرهنگ، احتمالا ما اشتباه کردیم، قضیه نباید اینقدرام جدی باشه. به نظر من اون یه آدم تنها، احساسی، ساده و مستصله. همین باز هی میگه یک آدم ساده، تنها، احساسی و مستصل با $1,000,000,000 پول نقد توی مملکت چه غلطی میخواد بکنه؟ احتمالاً این آدم تصور درستی از پولی که خواسته نداشته، او خیلی آدم ساده ایه. امکان نداره، برعکس خیلی هم آدم پیچیده ایه. سادگی نکن دختر جان، الان چند روزی که دائم تحت تعقیبه، بیشتر وقتشو دوروبر فروشگاه های کامپیوتری که قطعاً محل ملاقاتشه میگذرونه. ساعتها جلوی ویترین های مغازه وای میسه و از تو شیشه بچه های ما رو میپاد. گفتی فروشگاه کامپیوتر؟ چطور؟ مگه چیزی در این رابطه میدونی؟ اون یه بار در مورد کامپیوتر و شرکت مایکروسافت و اینجور چیزا با من حرف زده. خب. ولی من اصلا فکر نکردم حرف مهمی زده، اصلاً جدی نگرفتمش، ولی الان روش کار میکنم، فقط به هم فرصت بدیم. به جمده یالا، بی صبرانه منتظرم خانم مختاری. هزینه عملیات سر به فلک زده، صدای همه رو در برده. الان کجاست؟ خودش تو اداره است، پسرش هم تو خونه تنهاست. همین الان گزارش گرفتم، خودم ترتیبشو میدم. شام افتادم. بیا اینجا کمک کن، یه خبر خوش. کامپیوتر؟ نه بابا کامپیوتر چیه، تو هم سقطه با کامپیوتر برداشتن. رویا، رویا خانوم شب بیاد اینجا خونه ما، اینجا خیلی افتضاحه. بیا کمک کن. بیا من چی بکنم؟ بجون برو همون خودتو با همون صابون سبز خوشبویه که بود خوب بشون. نه اول برو اتاق تمیز مرتب کن، همه چی بر سر جای خودش باشه. ببین رامی، دلم میخواد یه کاری بکنی وقتی رویا خانوم اومد انقدر از تو خوشش بیاد که دلش بخواد برای همیشه هم اینجا بمونه. حالا باید کمکم کنم، هم باید شام درست کنم، هم باید همیشه تمیز و مرتب کنم. به چرا بایستادی؟ بجام دیگه. شام
اینم فاکتور. اینقدر لفتش نده، زود باش الان میاد. آخه این چه قیافه مزخرفی واسه خود درست کردی؟ عین جوجه تیری. جوجه تیری چرا مدل جدیده؟ حواست باشه جلوش بی ادبی نکن. ببین شیرینی هم حمله نمی‌کنه. بذار اول اون برداره بعد تو. خیلی مؤدب. یه خیار یه شیرینی. همین. چند دفعه نمی‌گیم رامین. عکسای مامانم بذار تو کشو. بچو. خیلی خوش آمدین. هیچ چیز نمیتونست من انقدر خوشحال کنه. بفرمایید. رامین جان این گل بده به من، بودو برو دمای روی خانمون برده بیار. فکر کن خونه خودته، هرچند که معقر و فقیرون است. اتفاقا خونه گرم و با صفایی داریم. اصلا فکرشو نمی کردم. یه تصور دیگه ای داشتم. اونا رو بابام برای شما خریده. بپوش که راحت‌تر باشی. چه قشنگه. چه سلیقه‌ای. چجوری اومدی؟ ماشین داشتی؟ نه، با تاکسی اومدم. آدرس چی؟ راحت پیدا کردی؟ کلی این برانور گشتم تا آدرس تو پیدا کردم. چه بوی غذایی میاد. آشپزی هم بلدی؟ ای، یه چیزا یاد گرفتم. یعنی اجبارا باید یاد میگرفتم. تا تو یه استراحتی بکنی منم یه سری به غذا بزنم. راستی از بابت این گلم خیلی خیلی ازت ممنونم. کمک؟ نه خیلی ممنون، همه چی حاضره. بذار ببینم اینجا باید اتاق تو باشه، درسته؟ بله. بفهمید چه خبر اینجا؟ کامپیوتر؟ چجور کامپیوتری؟ مخصوصه، هیچکی مثل اینو نداره. کارم میکنه. کار
میکنه؟ چجوری؟ با اینجا. بالا اومد بالا. یوزرنیم پسورد بخواد. رومین 1380. حالا میرین تو منوی استارت. بعدش پروگرام که اون بالاست. بعدش مایکروسافت وورد رو انتخاب میکنیم و روش کلیک میکنیم. شما نمیان؟ چرا؟ میام. چی بنویسی؟ بنویس. در دل من چیزیست مثل یک بیشه نور. یه خط بیا پایین تر. مثل خواب دم صبح و چنان بیتابم که دلم میخواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه. دورها آواییست که مرا میخواند. چرا از خونه بیرون نیومده؟ چرا فرار کرده؟ امکان نداره. و من اصلا فکر نمی‌کردم که درست کردن کباب اینقدر زحمت داشته باشه. تشریف بیارید. آقا فرزان یه کم یواش‌تر برو، منم برات برسم. چش. این جانه با هیزم‌های فراوان یه آتیش حسابی در بیرون درست کردم. قدش نکن زنم جوی، بیلی برداری کن، ادامه بده. تو اینجا چی کار میکنم؟ من اومدم یکمی با هم خوش بگذرونیم. مواظب باش، اون اسلحه چیه؟ از کجا آوردیش؟ یه اسلحه واقعیه، پرم هست، میخوای باشد امتحان است؟ منظورت از این چیه؟ اون دوربین بیار بالا، سمت ما بگیرش و فیلم برداری کن. مواظب باش اشتباه نکنه. من دیگه اختیارم دست خودم نیست، بهت اختار کردم. آقا خاطر امکان نداره بتونی از اینجا بیرون بری. برای آخرین بار بهت میگم اون دوربین لعنتی رو بگیر سمت من. نباید ما رو به خاطر انجام وظیفه سرزنش. این همه یه وظیفه شما نبود، شما وظیفه دیگه هم داشتی. دیوانه شد. درسته، اما تو شنیدین دوست همکارتو میگی من دیوانه شدم؟ خیلی هم دیوانه. دیگه همیشه برای من تموم شده. از برای بری هرچی میگم خوب گوش کنید. تا فردا صبح بهتون مهلت میدم. من پول میخوام. ای پسر، پدرت چقدر پول داره؟ نمیدونم. نمیدونی؟ چرا نمیدونی؟ زیاد؟ کم؟ نمیدونم، غلطه. من بگی صفر میدم. اگه یه دفعه بگی صفر بگیری تمیم میشی. حالی شد؟ بله. حالا بگو پدرت چقدر پول داره؟ زیاد. زیاد؟ من زیاد پول میخوام. زیاد. هرچی بیشتر بهتر. اگه دلار باشه بهتر. اونقدر بهم بدین که تو بگم بسه. سلیه شما برای همه باتا بفرست. وضعیت آماده باشه دو. بله قربان. همه باتا آماده باشه دو. همه باتا آماده باشه دو. گوشاله. کس همون اول بعد میکردم میکنم. بی خود به حرف شما گوش کردم. شما نمیتونین این کارو بکنین. مسئله دیگه مسئله شما تنها نیست. ما باید به روش خودمون این مسئله رو تموم. آقایون
این دفعه دارم راست راستی سکته میکنم. بعد از دیدن اون نوار طاقتم تمام شده، دست خودم نیست. میبینین که آخ اگه دستم بهش برسه تیکه تیکش میکنم، به عبارتی شاید جرش از وسط. الو الو، السلام علیک یا شیخ، اهلا و سهلا. جدی میگی؟ من به محسن نزدیک شدم، امنه، فکر به جلده، تمام. قند براتون شیرینش کردم، فکر کنم سردردتون رو خوب کنه. بخوری. تو کلاس چندمی پسر؟ اگر زنده بمونم میرم سوم راهنمایی. تو کامپیوتر که داری؟ کامپیوتر؟ نه ندارم. برای چی؟ یعنی تو کامپیوتر نداری؟ نه ندارم. تو دیگه چرا؟ تو هم اونجا باشه، چه تکون نخور. بشی باشه. آماده باشین. یک، تمام. بیا خودت تمومش کن. تو بشین روی صندلی و جون نخور. باشه باشه باشه. منم رویا. درو باز کن. بدون اسلحه بدون کلک. بدون اسلحه بدون کلک. در بازه. اون در رو ببند، بعدش بگو چی کار داری. از من خواستن این ماموریت رو انجام بدم. در ضمن بهم گفتن توی این چمدونا 1,300,000 دلار پول نقده. با اولین پرواز دبی برات آوردم، ولی همش تقلبیه. یه مش کاغذ بی‌ارزش. اینو اول گفتم که باورم کنی. خودت گفتی بی کلک. جلوتر نیا، جلوتر نیا. خب خانم، حالا اسم این کار جرأته یا سوء استفاده خانم پلیس؟ نمیدونم.
ولی دیگه نمیخوام رو راست نباشم، چون فهمیدم تو کی هستی و چی میخوای. از اینکه بی اجازه سر کیفت رفتم معذرت میخوام. لابد برات مشکل درست کردم. تو کارو خراب کردی، خرابتر از خراب، هم برای من هم برای خودت. کاش میتونستی ببینی اون بیرون چه خبره. من ارزششو نداشتم. چرا اینقدر برای من زحمت کشیدین و خرج کردین؟ مگه من کی بودم؟ جامعه امنیت میخواد. من به عنوان لازم نکرده شعار بدی. دیگه حالم داره از حرفاتون به هم میخوره. من که مجرم نبودم. من که این کاره نبودم. همه این کارهایی که کردی و همین الان داری میکنی جرمه، یه جرم سنگین. چرا نمیخوای بفهمی؟ هیچ مجرمی مجرم به دنیا نمیاد. میاد؟ نه، مسلمه که نه. سلوت برم چشماتونو بازتر کنید. شاید به خاطر همینه که الان اینجا. اما دیر، خیلی دیر. دیگه همه چی تموم شد. تو برای من نمونه زنده خوشبین و ساده دلی بودی. مغلوب شدم. من ساعتها با رامین بودم، خیلی با هم حرف زدیم، از همه چیز و همه کس. حالش چطوره؟ میخوای ببینیش؟ شماها رحم ندارین، عاطفه ندارین. برای رسیدن به هدفتون از هر وسیله استفاده میکنین، حتی اگه اون وسیله بچه معصوم و بیگناه من باشه. تو داری قضاوت بیرحمانه میکنی. واقعیتش اینه که رامین خودش خواست تو رو ببینه، منم قبول کردم. رامین برای دیدن زشتی ها هنوز خیلی کوچیکه. من نمیذارم پدرش این چیزی ببینه، حتی اگه خودش بخواد. ولی من نمیخوام، نمیخوام منو توی این وضعیت ببینه. بس، من تا ته غارت رفتم. دیگه چی هست اونو من میخوام؟ رامین هنوز نمیدونه موضوع چیه، نذاشتم بفهمه. شاید بازم دارم مرتکب خطا میشم. به هر حال من یه زنم، ساختن برام مهمتر از ویران کردنه. پس نظر هیچ وقت رامین این چهره کرگه پدرشو ببینه. بذار همه چیز تو همین چهار دیواری تموم بشه. هنوزم خیلی دیر نیست، کافیه دستاتو ببری بالا. مطمئن باش همیشه دستی هست که دستاتو بگیره. بیرون آدمای زیادی منتظر دیدن این لحظه. و تو رو مأمور این کار کردم، چون میدونستم فقط تو با من میتونی کارو بکنی. من مطمئن نیستم. اینو هم به من ثابت کن، هم به بقیه. من بهش احتیاج دارم. برید. اینم تلافی اون خطایی که به خاطر من مرتکب شدی. حالا تو نجات دهنده‌ای. هر دوتون برید. ازت ممنونم. خدا حافظ آقای افشاری. وقتی ما از اینجا بیرون بریم، هیچ راه فراری برای تو نیست، مگر اینکه پرنده بشی.
فرزان پسر کجایی؟ دلم برای تنگ شده بود. منم همینطور. چرا انقدر لاغر شدی؟ بابایی؟